تمرینات رو انجام میدیم. ابتدا نگاه میکنیم که اینجا میبینیم یک نوت جدید نوت سی رو برای ما گفته تو تمرینات، دو سی دو سی دو، و به همین ترتیب دو می دو سی دو، و این تمرینات رو حالا انجام میدیم. نوت سی رو که خاطرمون هست، تمام انگشت های بالا یعنی حفره های بالا رو میبندیم به علاوه شستمون که سر جاشه، و به این ترتیب، یعنی دقیقا انگشت بزرگ و میشه گفت و حفره دوم که اینجا هست به این ترتیب میبندیم، و این میشه نوت سی. به همین ترتیب حالا شروع میکنیم به زدن. به این ترتیب. تمرین دو، از ما خواسته که بزنیم سی ر می فا دیز سول، و برمیگردیم سول می سول دیز، سول بمول ببخشیم، ر و سول. یادمون بود که فا دیز و سول بمول دقیقا عین همه، پس این تمرین رو با ما انجام میدیم. تمرین شماره دو. تمرین شماره 3 هم از ما خواسته که دوباره این تمرین رو با یک نفس کامل بزنیم. خب مسلما سخته اگر بخوام تو این تمپوهای پایین و سرعت‌های پایین بزنیم، نفسمون مسلما نمیرسه. ما هر تقریبا شو گفت 4 میزان 4 میزان میتونیم نفس بگیریم. دو ر دو می دو فا دو سول دو سی دو، به این ترتیب میزنیم این رو. یک و دو و سه و به این ترتیب. و حالا میگم سراغ تمرین شماره 4، دو سی لا سول. میبینیم که دو تا نوت جدید لا و سول رو به ما اینجا آموزش میده، و نوت لا رو که دوباره به خاطرمون میاریم. نوت لا کدوم بود؟ به این شکل. همیشه خودمون سوال بکنیم، میتونیم به صورت ناخودآگاه مثلا بپرسیم نوت سول کدوم بود، نوت فا کدوم بود، نوت می کدوم بود، و اینها رو توی ذهنمون مرور بکنیم. نوت لا رو اینجا داریم، دو رو از بالا، اینکه کامل از بالا میبندیم انگشت رو، و این دوتا انگشت رو با هم میگیریم. نوت سی این بود و نوت لا به این صورت، یعنی لا سی لا سی لا سی. و اینجا نوت سول رو هم که میبینیم بعد از اینکه اینو بستیم نوبت این انگشته که میشه سول، یعنی در حقیقت نوت سول لا سی سول لا سی. و اینجا حالا این رو ادامه میدیم. یک و دو و سه و و بعد از اون تمرین شماره 5، نوت دو سی دو لا سول، به همین ترتیب دو ر دو لا دو سی ر دو، این تمرین رو با هم انجام میدیم. یک و دو و سه و
ترتیب. و بعد از اون میام سراغ تمرین شماره 6، نوت سول. اینجا فا دیز، این فا دیزی که اینجا میبینید، دوباره بعدش می و بعد ره، دو سی لا سول، به این ترتیب. فقط این نکته در مورد این فا دیز که چرا اینجا این فا دیز شد. همونجوری که گفتیم، وقتی که روی میشه گفت خطوط حامل ما که اینجا هست علامت عرضی قرار بگیره، روی هر خطی قرار گرفت اون خط رو یا اون نوت رو علامتش رو تغییر میده. پس اینجا وقتی ما میبینیم رو خط فا علامت دیز قرار گرفته، در حقیقت تو تمام این قطعه نوت فای ما فا دیز هست و دیگه فای اصلی رو اجرا نمی‌کنیم، فا دیز اجرا می‌کنیم. به خاطر همین هم اینجا می‌بینید ستاره زده، یعنی یادآوری کرده که فا دیز هست. این تمرین رو با هم انجام میدیم. و این نوتی که ما زدیم از نوت سول زدیم تا نوت و گامی که اینجا ما میبینیم، گامی که اینجا در حقیقت برای گام سول ماژور بود که ما زدیم، از نوت سول شروع شد و به نوت سول ختم شد. گام ها از هر اسمشون که هرچی باشه، از هر نوتی شروع بشن به همون نوت هم ختم میشن، یعنی سول ماژور از سول شروع میشه به سول ختم میشه و یا حالا گام های دیگه. که بحث ماژور بودن و مینور بودن گام ها رو باید شما به کتاب های تئوری موسیقی مراجعه بکنین، چون بحثش خارج از میشکو وقت این برنامه است و بعد با اون کتاب مراجعه بکنین یا از اساتیدی که باشون در ارتباط هستین از اونها بپرسین. تمرین شماره 7، نوت سول لا سی دو ر می فا دیز سول ر سول، دقیقا تو همون گام سول ماژور ولی از نوت سول بم شروع کرده که میره به سمت بالا. 1 و 2 و 3 و تمرین شماره 8 هم دوباره در امتداد همون تمرین سول فا دیز سول می سول ر سول و بعد از اون دوباره سول بمول یا همون فا دیز می فا دیز سول. 2 3 1 و 2 و 3 و ترتیب. تمرین شماره 9 دوباره در همون خلال تمرین رو داریم. این رو تمرین شماره رو هم 2 سی لا سی 2 دوباره ببخشید 2 سی لا سی لا سول لا سی ر 2 این تمرین رو با هم انجام میدیم. 1 و 2 و 3 و تمرین شماره 10 همینجور که ملاحظه میکنید نوت دو رو داریم و نوت سی بمول. حالا میخوایم نوت سی بمول رو بزنیم و توی این تمرین میبینیم چند جا نوت سی بمول رو داریم. نوت سی بمول خاطرمون که هست، وقتی که نوت سی رو این معرفی کردیم، نوت سی بمول اینجا علامت زده که به این ترتیب، یعنی در حقیقت انگشت اشاره یا انگشت شماره 2 مون باشه از شماره 2 مون به این ترتیب میذاریم روی حفره اول و اون رو میگیریم، نوت سی بمول ایجاد میشه. با همین تمرین رو انجام میدیم. 1 و 2 و 3 و
نوت شماره 10 رو ما هم میزنیم و نوت سی بمول رو داریم اینجا. نوت سی بمول هم همونجور که گفتیم با انگشت اشاره یا با انگشت اشاره دست راستمون حفره اول رو میگیره و نوت سی بمول ایجاد میشه. تمرین شماره 10 رو با هم میزنیم. 1 و 2 و 3 و تمرین شماره 11. تمرین شماره 11 هم دوباره همون سی بمول رو داریم و نوت سول رو دوباره برام معرفی کرده و به این صورت حالا تمرین شماره 11 رو هم انجام میدیم. تمرین شماره 12. همینجور که اینجا میبینیم 2 و بعد اینجا لا دیز داریم که نوشته لا دیز سیم از سی بمول، یعنی که دقیقا لا دیز همون سی بموله، شبیه سی بموله ولی اسماشون فرق میکنه. لا دیز یعنی در حقیقت نوت لا نیم پرده بالاترش نوت لا دیز میشه و نوت سی نیم پرده پایینترش نوت سی بمول میشه. و روی کلاویه های شصیه پیانو اگه دقت کرده باشیم کلاویه های مشکی رو داریم ما اونجا. نوت لا رو وقتی که میزنیم یک کلاویه مشکی بعدش هست، کوچیک‌تر از اونه، اون میشه نوت لا دیز و قبل از نوت سی هم باز دوباره همون کلاویه میشه نوت سی بمول یا لا دیز. و اینو حالا تمرین 12 رو با هم انجام میدیم. تمرین شماره 13. تمرین شماره 13 رو دوباره انجام میدیم و میبینیم که پرش‌های زیادی رو اینجا داریم. مثلا از سول به ره، از سول به می، از سول به فا دیز، سول به سول. پرش‌ها خیلی مهمن تو این سات، چون به هر حال دستای ما کاملا باز میشه، بعضی جا کامل بسته میشه و ممکنه پوزیشن سازو به هم بزنه. خیلی باید حواسمون به این نکته باشه. تمرین شماره 13 رو با هم می‌بینیم. همیشه نوت‌ها رو به اندازه ضربی که دارن میکشیم ما، نه کمتر نه بیشتر، یادمون باشه این رو، یعنی به ارزش نوت‌ها احترام میذاریم. تمرین شماره 14. همینجور که اینجا میبینید این تمرین کامل گفته یک نفس بزنید تا اینجا و یک علامت نفس، این کامل که شما اینجا یعنی واوی که اینجا میبینید علامت نفسه و بعد از اون دوباره ادامه داره از نوت سول تا نوت سول، گام سول ماژور رو در حقیقت داریم اینجا میزنیم. یادمون هست که نوتمون دیز شده اینجا، میبینید که فامون دیز است، پس تمام فاهای توی این قطعه دیز اجرا میشن. با همین تمرین رو میزنیم. 1 و 2 و 3 و
میریم سراغ تمرین شماره 15. همونطور که ملاحظه میکنید تمرین شماره 15 هم دوباره دو می سول دو لا سول و به همین ترتیب ادامه داره، سول سی ره فا می دو. تمرین شماره 15 رو با هم میزنیم. تمرین شماره 16، همونطور که میبینین روی این تمرین باز علامت بمول اول قرار گرفته روی نوت سی و تمام سی های توی این قطعه هر جایی که ما سی داریم اون سی رو سی بمول اجرا میکنیم و در حقیقت این گامی هم که داریم داخلش نوازندگی این گام فا ماژوره. پس علامت عرضی گام فا ماژور یه دونه بموله که اول قطعه قرار میگیره. یک دو سه و تمرین شماره 17 هم دوباره اون چیزی که ما اینجا تمرین کرده بودیم و حالا تمرین میکنیم، دو دو سول دو می سول فا دو لا فا لا لا دو فا به همین ترتیب. تو تمرین شماره 17 رو هم تمرین میکنیم با هم و دو و سه درس شماره 2 مونم تا اینجا تموم میشه با تموم کردن تمرین شماره 17. همیشه یادم باشه تمرین ها رو دقیق و منظم انجام بدیم، دقیقا اون چیزی که میشه گفت متد یا حالا پارت از ما میخواد، چیزی غیر از اون رو نزنیم.